مصرف فولاد امروزه یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود. سهم استان هرمزگان نیز در تولید فولاد حدود 5 میلیون تن، یعنی 20% از تولید کشور است. اینجا هم یکی از کارخانه‌های تولید مواد اولیه فولاد در بندرعباس. این محصول با کیفیت این کارخانه بریکت گرم است. کارخانه ای منحصر به فرد. پروژه کارخانه سبک فولاد خلیج فارس به عنوان نخستین کارخانه تولید بریکت گرم در ایران با ظرفیت اسمی 1.5 میلیون تن در سال با چند خط بریکت سازی کار خودش رو شروع کرده. تنها 3 کشور در خاورمیانه و 9 کشور در جهان قادر به تولید این محصول با کیفیت هستند. قابلیت نگهداری، فضای کمتری برای انبارش هست و دچار خودسوزی نمیشه. با استفاده از این محصول دیگر نیاز به آهن قرازه در تولید فولاد نیست. پایداری در ترکیب شیمیایی هست که میتونه مدت‌ها به صورت پایدار بمونه و تغییری درش ایجاد نمیشه. کیفیتی که موجب شده است بیش از 90% از محصول تولید شده این کارخانه قابلیت صادرات داشته باشد. نمونه آخر آن این محمولی 35,000 تن است. ارزش بالغ بر تقریبا 8 میلیون دلار به مقصد اروپا داره بارگیری میشه. این کارخانه سال گذشته بیش از 500,000 تن بریکت گرم معادل حدود 800 میلیارد تومان به کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کرده است. برنامه 850 تا 1 میلیون تن رو در برنامه سال امسال قرار دادیم. امیدوار هستیم که بتونیم این عدد رو امسال بهش دسترسی پیدا کنیم و اگر این اتفاق بیفته در سال بعدی به ظرفیت کامل 1.5 میلیون تن خواهیم رسد. حالا با این ظرفیت ها تولید فولاد خام در کشور به بیش از 30 میلیون تن در سال رسیده است. پروژه سبا فولاد خلیج فارس به عنوان بخشی از طرح جامعه فولاد کشور در چشمنداز 1404 محسوب می شود. در صورت تحقق اهداف کلان کشور در این زمینه قرار است تولید فولاد خام در کشور به بیش از 55 میلیون تن در سال برسد.